قطب شمال قسمت یک با بازی فرزاد فرزین، فرهاد آیش، یه ترکیب عالی، اقتباس آزاد از رمان برجسته کنت مونت کریستو که دربارش تو معرفی این سریال صحبت کردیم. سلام دوستان، خوش اومدید به فیلمولوژی. من امینم. ما اینجا درباره فیلم و سریال صحبت میکنیم. اگه به این محتوا علاقه داری یادت نره چنل ساب کنی، نوتیف رو هم حتما بزن تا با ما خیلی زود از اخبار سینمای ایران و جهان با خبر بشی. خب بریم توی سریال با هم قدم قدم درباره اش صحبت کنیم. اول اینکه تبلیغات توی فیلمو قبلا که تو پلتفرما یک شرم و حیایی بود، اوایل تبلیغات کم بود، بعد کم کم زیاد میشد. یعنی قسمت اول کم بود، احتمالا اینجا هم همینا، ولی از قسمت اول زیاد شروع کردم و تا قسمت آخر خدا میدونه چقدر قرار تبلیغات ببینیم. ولی جالب بود، تبلیغات مزمز اینطوری بود که چیپسو باز میکرد صدای نتفلیکس میومد. واقعا عالی بود. یعنی خود مزمز که یه تبلیغ درست کرده برای قبل از فیلم قطب شمال توی فیلمو، خودش فیلمو رو قبول نداره، یعنی فیلمو کردیتی نداره که بخواد تو فیلمش اینو نشون بده، ولی فیلمو زیاد کردیت میده به تبلیغاتی که میگیره. چه تو هین سریال، حالا توی این قسمت یک زیاد ندیدم، ولی زیاد این کارو میکنه. چه خود تبلیغاتو وسط سریال نشون میده در صورتی که شما اشتراک دادی، و من هر دفعه اینو یاد میارم. بعید از من که بذارم این عادی بشه بینتون، نمیذارم از یادتون بره. آقا شما اشتراک دادی بابتش، پول دادی بابت دیدن اینا، و نباید توی پلتفرمی که بابتش اشتراک دادی فیلم ببینی واسه تبلیغات بیاد، اونم وسط سریال. از این بگذریم، اول سریال با یه نوشته از نویسنده رمان کنت مونت کریستو شروع شد، از الکساندر دومن. مضمون نوشته این بود که هر قدر انسان شریف‌تر باشد، از جنایت دیگران بیشتر رنج می‌برد، و مضمون درستی هم بود برای سریال، برای این قسمت یکی که دیدیم و برای کل داستانی که می‌دونیم درباره این رمان. اما از اونجایی که ما میهمان گناه فرشته بودیم با کارگردانی جناب انقا، 18 قسمت و اول هر قسمت از این جمله های گوهربار گفته میشد، من دیگه جا خوردم. اونجا گفتم یا اول فصل دوباره قراره یک 18 قسمت 19 قسمت داغون داشته باشیم از فیلمو و میهمون گن زدن های هر هفته فیلمو باشیم. ولی خب نه، اینطوری نه، اونقدر بد نبود. قسمت یکش اونقدر بد نبود. تو قسمت یک سریال خوب عمل کرد، سریال خوبی بود. اما باید ببینیم تو قسمت های آینده چطور پیش میره. از اونجایی که تیزر رو دیدم مشخص سریال لولش چیه، همون لول میان رده همیشگی نمایشخونگی چندین سال قبل که تا همین الان ادامه داره با همچین ترکیب بازیگرایی. فرزاد فرزین مثلا توشون همیشه مشترک، مهرزا گلزار همیشه تو همچین سریالایی هست، و به نسبت خودش ترکیبی که چیزی شده، قرار سریال خوبی ببینیم. حالا بازم مهر تایید رو بعد از 3-4 قسمت دیدیم باید بدیم بهش، هنوز زوده براش. ولی بخوام جزئی تر بشیم، همسر کیفیت داستان، همسر کیفیت اجرا، تاثیربرداری اینا، پلان اول ما فرزاد فرزین رو توی سریال ندیدیم بجز همین پلان اول قبل از تیتراش که روی صندلی نشسته بود، و پلان نسبتاً خوبی بود به نسبت تاثیربرداری که توی ایران میشه روی پرده سبز، پلان خوبی بود. اما یه نکته، من حالا نمیدونم من سلیقم خیلی شخصیه یا بقیه خیلی به صورت پابلیک به خاطر فرزاد فرزین، به خاطر خواننده بودنش یه سری ویژگی‌هاش دوستش دارن، ولی من سلیقه شخصی اینه که فرزاد فرزین بازیگریش خیلی خوب نیست و اونقدری که هایپ شده هایپ نیست واقعا. صرف اینکه فرزاد فرزین به عنوان خواننده میاد بازی میکنه و بعد مثلا تیتراژ یه سریال هم خودش میخونه و اینها باعث میشه که فرزاد فرزین تو مارکت اینقدر هایپ باشه، وگرنه فرزاد فرزین اونقدر برای بازی خوب نیست. اما بدم نیست، و مشکل اصلی که دارم نیم، شاید خیلی شخصیه، با میمیک صورت فرزاد فرزینه، آماده نیست برای بازی. حالا نمیدونم، شاید چون دماغشون رو عمل کردن، حالا یه مسئله شخصیه ها، ولی توی بازیشون اون میمیک صورتش اونقدر که باید فعال منعطف نیست برای رسوندن احساس درست. این مشکل رو دارم دیگه. تو همین پلان اولم هم فقط دیدیم ما فرزاد فرزین رو، بعد قرار تو قسمت‌های بعد ببینیمش و قرار زیادم ببینیمش جز کاراکترهای اصلی و خفن جوری که من از تیزر فهمیدم، و قرار کولاک کنه و امیدوارم که بتونه قشنگ کولاک کنه. یه فرزاد فرزین عالی به نسبت خودش ببینیم. اون هم یک نقد شخصی من به ایشونه، حالا شاید کلاً پتانسیلشون در همین حد دیگه و اوکی هم هست، شاید فقط من باهاش اوکی نیستم. از این بگذریم، تیتراژ به فضای سریال میاد، اوکیه. اما خب
خیلی براش تلاش نشده، به احتمال زیاد طراحی یا فیلم برداری اون راش های تیتراژ با خودشون نبوده. اگر هم با خودشون بوده اونقدر خفن نبوده که بگم واو، ولی به نسبت خیلی از سریال های دیگه که در حال پخشن بهتر بوده، مثلا در حد دفتر یادداشت نبوده، مثلا در حد جنگل آسفالت شست رفت و قشنگ نبوده، با اینکه جنگل آسفالت وقتی نذاشته برای تیتراژش ها، ولی به سریال میاد، ولی بدم نبوده. بعد از شروع تیتراژ ما سری پلان داشتیم از چشم دو بازیگر آنایتا درگاهی و بهادر حسینی که راش های قشنگی بودن، واقعا قطب شمال انعکاس چشمشون بود و اونجا دیالوگ های مهمی تو این قسمت یک گفته میشه و هر چقدر آنایتا درگاهی تو نوع بیان دیالوگ، پختگی صداش، پختگی لحنش اوکی بود، بهادر حسینی اصلا نبود دیگه. اینم جزء ویژگیاشه و نمیتونه از این بهتر باشه، مگر اینکه حالا یه گلوآپی بکنه تو دو تا سریال بعد ما این رو اونطور ببینیم. خوب نبود، ولی دیالوگ های مهمی در رابطه با داستان سریال به ما گفته شد، بینشون رد و بدل شد و ما شنیدیم. آنایتا درگاهی با کاراکتر ارغوان، با بهادر حسینی با کاراکتر همایون با هم همصحبت میشن، دو تا عاشق که نزدیک ازدواجشونه، اصلا ماجرای عروسیشونه و قراره تو این قسمت عروسی کنن که بعد داستانی که پیش میاد رو هم دیدید دیگه تعریف نکنم. و اونجا مثلا یه دونه استرلا بهش نشون میده، میگه این قطب نما رو نوکیشو بگیری منو پیدا میکنی همیشه. علاقه جفتشون به قطب شماله، یعنی چون ارغوان علاقه داره به جای سرد حالا قطب شمال اون آرامشش، همایون هم همراهشه. اینها دیالوگای مهمی بودن که نشون میده آنایتا درگاهی که کاراکتر ارغوان رو بازی میکنه قراره تو قسمت‌های بعدم باشه، با اون که تو این قسمت مرد و به همایون گفته شد که خودکشی کرده، ولی قرار بازم ببینیمش، چون دیالوگ‌ها نشون از این میده که ماجرا یک عشق عمیقه و این عشق عمیق تو قسمت یک قرار نیست تموم بشه، حالا به هر قیمتی که شده. و یه چیزی که تو سریال هی از اول بود، لمس امیرحسین فتحی با کاراکتر سامان توسط آنایتا درگاهی بود که حالا این چیزها میبینیم روز به روز داره بیشتر اتفاق میفته تو سینمای خونگی و میگم بهترین راه اینه که ما به اینها توجه نکنیم، اوکی ان این صحنه هایی که باعث میشه ما یک واقعیت رو بهتر ببینیم تو فیلم و سریال های ایران و هر چقدر کمتر روش مانور بدیم میگیم واو فلان این کارو کرد تو فلان سریال اینطوری شد، بیشتر به نفع خودمون و سینمای ایران، چون وگرنه بیشتر زوم میکنن روش بهش گیر میدن و دوست ندارم اینطوری بشه. و جلوتر ما میفهمیم که این کاراکتر سامان ارغوان رو دوست داره و همایون و سامان هم خیلی صمیمین، رفیق 20 سالن و یه ماجرای کلیشه‌ای دیگه، کلیشه‌ای که درست به تصویر کشیده شده، نقد منفی ندارم به نسبت بهش، درست به تصویر کشیده شد، تاییدش میکنم. و مثلا تو این ماشین بودن و اون فضای تو این ماشین که موین پلی بود و اون رقص سامان تو عروسی و اینا همه درست چیده شده بود و سریال خیلی خوب تونست کاراکترها رو به ما معرفی کنه، داستان رو نشون بده، بفهمونه بهمون داستان چی و خیلی هم خوب تونست ما رو همراه کنه، همدل کنه با داستان. کانکت عاطفی بین مخاطب و کاراکترهای سریال تو همین قسمت یک استارت خورد. این ویژگی خوب این سریال بود تو قسمت یک. اما از اونجایی که یادمه گناه فرشته هم قسمت یکش عالی بود و بعد بقیه قسمت‌ها خراب کرد، نمیتونم اعتماد کنم بگم سریال خوبیه. بذارید تو قسمت‌های بعد ببینیم چه میشود. تصویربرداری سریال هم عالیه، تصویربرداری درستی کردن، اما حیف که ادیتش هوشمندانه نیست، تدوین کار روش فکر نشده. یه سبکی داره قطعا، تدوین کارم فکر شده هست، سبکش مشخص شده تو همین قسمت یک برام، ولی مثلا روی اصلاح رنگ، روی تصحیح رنگ ها و یه رنگ خاص دادن به سریال خیلی کم وقت گذاشته شده. سریال میتونه تو تدوین هم همونقدر قوی باشه که تو تصویر برداری بود و رنگ این سریال برام خودش یه خاطره ایجاد کنه، بشه جزء ساین های این سریال، بشه امضای این سریال، ما سریال قطب شمال رو به رنگ زیباش هم به یاد بیاریم. سبک درستی داره، مثلا حالت سرد داره یه کمی، حالت اون علاقه و اون عشقی که سرد شد قطب شمال و فلان و اینا، ولی درست نیست. اون وقتی که برای اصلاح رنگ میتونستن بذارن رو نذاشتن، یا اون وقتی که میتونستن بذارن و این سبک ادیتشون رو بهتر نشون بدن، اون کات زدن رو بهتر نشون بدن نذاشتن. حالا شاید خب تصویربرداری سر جا باگ داشته، مجبور شدن یه همچین کاتایی داشته باشن، مثلا اون لحظه دست دادن تاج رئیس شرکت با همایون، یهو کات خورد اومد جلوتر با یه ساند افکتی و نشون از یک معامله بد بود دیگه، ولی خب اونجا اصلا نیاز نبودی همچین چیزی باشه، با تصویربرداری درست که زوم درست حس بهتر میداد. یه ذره دیگه فرصت میدیم ببینیم تو قسمت‌های بعد ادیت چطور میشه. اما سطح ادیت متوسط رو به پایینه، برخلاف سریال که متوسط رو به بالاست. طراحی لباسش هم همونطور که گفتم با توجه به ترکیب سریال و این ساید از سریال‌های عاشقانه تو نمایش خانگی، همون طراحی لباس قدیمی و همیشگیه. طراحی صحنه هم همونه، اما طراحی
صحنه به نسبت خوبه. طراحی لباس دیگه خیلی کلیشه‌ای و همیشگی و تکراریه. قبول میکنم که جاش نبودی همچین ریسکی بکنن که یه طراحی لباس خفن‌تر داشته باشن، چون دیزاین لباس تو ایران به ما ثابت شده هر جا خواستن یه ساختار شکنی کنن بهترش کنن بیشتر خراب کردن، و به نظر من عاقلانه است که ریسک بیشتر نکنی و بعد یه چیز بد ارائه نشه. و یه باگ ریز و جزئی تو سریال، اینکه یه جا این سه تا دوست صمیمی که همایون و سامان و یه کاراکتری که اسمش یادم رفت بازی عباس جمشیدی، این سه تا دوست با هم ملاقات میکنن توی قلیون سرای اونجوری لاتی و قدیمی اینا، چرا باید اونجا نامجو پلی باشه؟ این یکی از اون ریز جزئیات سریاله که دوست نداشتم، یعنی فکر نشده یا اگه فکر کردن رو اینکه اونجا چی پلی بشه این رو پلی کردن به جا نبوده. درامایی که اتفاق افتاد تو سریال، خیانتی که شد، دستگیری که انجام شد تو روز عروسی که خب مشخصه قشنگ معلومه سامان و اون یکی رفیقش با همکاری رئیس شرکت تاج ما این رو انداختن تو تله، و بازی فرهاد آیش چقدر قشنگه، چقدر من دوست دارم بیشتر اینو ببینم تو این سریال. واقعا ایشون خوب بازی کردن تو سکانسایی که بودن، دیالوگ گوییشون عالی بود و دیالوگهایی هم که براشون نوشته شده بود عالی بود. هم نویسنده کارش درست انجام داده، هم بازیگر خوب اون دیالوگو بیان کرده و خوب باش ارتباط گرفته، و در نتیجه یه چیز عالی از آب در اومده که من باش حال کردم واقعا، و واقعا حق داشتن که تو تیزر از این نریشن فرهاد آیش استفاده کردن، چون نوشته ای که کل سریال رو، فضای کلی سریال رو برامون به تصویر میکشه تو ذهن ما، با اونکه یه تیزر داریم میبینیم، فقط بخشی از سریال رو میبینیم، و صدا هم صداییه که میاد به این داستانی که داره تعریف میشه. یه ریز جز بد مثال زدم از سریال، بحث غیرون سرا. یه چیز خوبم بگم از تصویربرداری درست سریال براتون بگم، که تو اون لانگ شات زندان که ارغوان داره سوار ماشین میشه، همون جمله اول سریال که از نویسنده این کتابی که ازش اقتباس شده بود، همون به نوعی دیگه ایرانیزه شما میبینیم اونجا تو اون لانگ شات. دنیا زندان مومن و بهشت کافر است. بماند که جمله بیشتر از اینکه ایرانیزه باشه یک جمله دینیه، ولی اون از اون جزئیات قشنگ سریاله، اون وایب درست سریال رو بهمون داد. و آخرای سریال هم میبینیم که همایون میفهمه که بهش خیانت شده توسط کیا، ولی دیر میفهمه، خیلی دیر، و اشتباه بزرگترش هم اینه که درجا به ارغوان میگه و ارغوان رو وارد بازی میکنه، و اون اتفاق بد هم میفته و ارغوان رو ما تو قسمت یکی از کاراکترهای جذاب سریال رو از دست میدیم. قانون سریال‌های عاشقانه همین هست. آها، خیلی این سریال رو با گناه فرشته مقایسه کردم، پیش قضاوت داشتم دربارش. یه پوینت مثبتم دربارش بگم، هر چقدر حامد انقا گن زد به مشاهیر ایران و سوء استفاده کرده از اشعار و نوشتهای ایرانی و خارجی، اینجا ما یک استفاده درست از جناب ابتهاج داشتیم، استفاده ابزاری دقیقاً درست، و خیلی زیبا بود اون شعر اون آخرش اومد، و حالا شاید نریشنی که اومد روش که صدای بهادر حسینی بود، همون دیالوگای اول سریال همایون و ارغوان، یه ذره اوکی نبود، ولی درست جای درست استفاده شده بود، معنا مفهوم و اون رسون چیدمان درست بود، و در کل اینکه راضی ام از این سریال. میبینیمش تا ببینیم به کجا خواهد رسید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. امیدوارم که از این سریال لذت برده باشید از قسمت یکش. امیدوارم که ویدیو ما بهتون کمک کرده باشه، که اگر کرده لایک و ساب یادتون نره، نوتیف رو هم حتما بزن تا با خبر بشی از ویدیوهای جدیدمون که ویدیوهای روزه. تا ویدیوهای بعدی، فعلا.